سلام دختره قشنگم، اسکرپور هستم، دبیر مجموعه آموزشی فرزانگان. امیدوارم که اوقاتتون خوش باشه، تنتون سالم باشه. امروز قراره کنار هم دیگه توی یه ساعت عربی هفتم، هشتم، نهم با هم دیگه جمع بندی کنیم و امیدوارم که از این دور همی که با هم داریم لذت ببرید و استفاده کنید و بهره مند شید از مطالبی که داریم میگیم. اولین چیزی که ما توی عربی بچه‌ها باید بدونیم در مورد اسم ها و فعل ها هستن. باید بدونم که اسم و فعل با همدیگه چه تفاوتی دارن تا بتونم من اینها رو توی عربی از همدیگه تشخیص بدم و بعد از اون برم سراغ ویژگی هاشون. اول از همه باید بدونم که اسم من از نظر جنس چند دسته هستش. بچه اسم ها یا مذکرن یا مؤنثن. اگر که مذکر باشن هیچ نشانه ای ندارن، یعنی انتهای کلمه رو که نگاه کنید مثل جبل، مثل علی، مثل بیت، هیچ نشانه انتهای اونها از تی مؤنث نمیبینید. اما وقتی که من اسمم اسم مؤنث باشه مثل فاطمت، وردت، غزالت، تی مؤنث دارم انتهاشون. این تی که انتهای کلمه من میاد نشون میده که اسم من توی عربی اسم مؤنثه، یعنی دلالت بر یک خانوم یا یک چیزی که دلالت بر خانوم داره. اما نکته ای که داره بچه ها باید دقت کنیم، آیا هر اسمی رو که دیدم انتهاش تی تأنیث نداره سریع بگم این اسم مذکره، یا هر اسمی رو دیدم انتهاش تی مؤنث داره سریع بگم این اسم مؤنثه؟ نه بچه ها، یه نکته داریم اینجا دقت کنید. مثلا بعضی از اسم ها هستن مثل زینب و مریم. خب اینا مگه مؤنث نیستن؟ اینا مگه دلالت بر خانم ندارن؟ اما خبری از تی تأنیث انتهای این اسم ها نمیبینیم، اما مؤنث حساب میشن. پس بچه ها علاوه بر این که من باید توجه کنم به این تی که انتهای کلمه من هستش، از نظر معنا هم باید اون اسم که این نشانه رو داره دلالت بر یک خانم بکنه حتما تا من اون رو اسم مؤنث بگیرم. اما نگاه کنید، اسمایی مثل معاویه، طلحه، خب اینها اسمای آقا هستن، معاویه اسم آقاست، طلحه همینطور، اما اینها تی تأنیث دارن، اینا رو مؤنث بگیرم؟ نه. پس بچه ها معنا خیلی مهمتر از نشانه هستش که انتهای اسمم میاد. اول از همه مرحله اولی که باید تشخیص بدم، میام سراغ کلمم، انتهای کلمه رو میبینم تی تأنیث داره، خب اینو دورش خط میزنم، شاید مؤنث باشه، شاید نباشه. چرا شاید نباشه؟ چون از نظر معنا شاید دلالت بر یک خانوم و مؤنث نکنه. پس حواسمون به معناها باید باشه. اما بچه ها نکته مهم دیگه اسم ما هستش از نظر عدد. بچه بعضی از اسم ها هستن مفردن، تنهان، یکی هستن. حالا فرقی نمیکنه این یکی میتونه بچه ها یک انسان باشه، میتونه این یکی یک شی باشه، هیچ فرقی نمیکنه. این مثال ها رو نگاه کنید، من اینجا طالبت دارم، طالبت یعنی یک دانش آموز دختر. اینجا مفرد بودن من دلالت بر یک انسان میکنه، اما اینجا دارم سوق یعنی بازار. بچه ها بازار دلالت بر انسان نمیکنه، اما خب انتها رو اومدم دیدم هیچ نشانه ای ندارم، پس اسم من اسم مفرده. اگر دیدید بچه ها همین اسم های مفرد و مذکری رو که گفتیم، الان هر دوشون بچه ها اسم هایی هستن که مفردن. طالبت مفردیه که مؤنثه، سوق مفردیه که مذکره. اما بچه ها اینها میشن اسم های مفردمون. پس اسم های مفرد من انتهاشون هیچ علامت و نشانه ای از مثنا بودن و جمع بودن ندارن. اما در مورد مثنا، مثنا رو نگاه کنید بچه ها چه ویژگی هایی داره. انتهای اسم مفرد من کتاب میاد نشانه قرار میگیره، آنه عینه، تانه تینه. یعنی اگر دیدید انتهای یک اسم مفردتون یکی از این دوتا نشانه ها اومده، حتما شما اسمتون اسم مثناست. یعنی چی مثنا؟ یعنی اینکه بر دو نفر یا دو چیز دلالت میکنه، دو نفرن، دو تا چیز هستن. پس این نشانه به من کمک میکنه که من مثنام رو از مفردم تشخیص بدم. وقتی من به شما میگم کتاب یعنی یه دونه کتاب، اما وقتی که آنه بیارم، عینه بیارم، انتهاش قرار بدم، دیگه من دو تا کتاب دارم، باید توی ترجمه بگم دو کتاب. اما بچه ها این در مورد اسمیه که چیه؟ اسمیه که مذکره.
اما اگر من بخوام بگم دو تا گل، نگاه کنید، وردت اسم مؤنثه، الان مؤنثه و مذکرها رو گفتیم، میخوام اینو مثنش کنم، چیکار کنم؟ از آنه و اینه استفاده کنم یا از تانه و تینه؟ بچه ها وقتی که من اسمم مذکره مثل کتاب، از آنه و اینه استفاده میکنم، و وقتی که اسمم بچه ها مؤنثه یعنی دلالت بر خانوم یا شیء مؤنث داره، باید از تانه و تعینه استفاده کنم. چجوری حالا مثنش کنم؟ بچه ها ته مؤنث رو حذف میکنم، دیگه به جاش تانه یا تعینه میارم، میشه وردتانه، یعنی دو تا گل. اما بچه ها اسمهای جمع چیان؟ اسمهای جمع ما اسمهای هستن که نه یک نفرن نه دو نفرن، دیگه دلالت بر یک گروه میکنن، دلالت بر یک جمع دارن. حالا ما انواع جمع هامون سه دسته هستن بچه ها. نگاه کنید، یا جمع های من جمع های مذکر سالمن، یا جمع ها مذکر مؤنث سالمن، یا مکسرن. حالا میخواییم تفاوت این انواع جمع ها رو بدونید. من دیگه بچه ها امسال باید تشخیص بدم که آیا جمع من توی کدوم یکی از این سه دسته قرار داره. خب بچه ها خیلی ساده است تشخیصش. اگر جمع مذکر سالم داشتم، من باید انتهای اسمم علامت و نشانه اونه و اینه ببینم. مثنا چی بود؟ آنه و اینه، تانه و تینه. الان جمع من اونه اینه. پس بچه ها نشانه ها رو باید خوب حفظ کنم تا انتهای کلمه هم ببینم کدوم یکی از اینها اومده و مثنا هستش یا جمع هستش. حالا این جمعی رو که دیدید انتهای اسمتون اومده نشانه اونه اینه، این جمع جمع مذکر سالمه. یعنی چی جمع مذکر سالم؟ بچه ها یعنی جمعی هستش که دلالت بر گروهی از آقایان داره. حتما هم این جمع اونه و اینه مخصوص بچه ها انسان ها هستش. یعنی من نمیتونم برای یک شیء از اونه و اینه استفاده کنم، بگم کتابونه، کتابینه، نداریم تو عربی. حتما بچه ها اونه و اینه برای انسان میاد، جمع آقایانی که بچه ها یک گروه هستن. اما بچه ها جمع مؤنث سالم چیه؟ از این به بعد الف و ت رو انتهای اسم دیدی، شما جمع مؤنث سالم داری. آیا اینم فقط برای انسان ها میاد؟ نه، دیگه جمع مؤنث سالم من الف و ت نشانه من هم میتونه برای گروه شی بیاد، هم میتونه برای گروه انسان بیاد، هیچ فرقی توی آوردنش نداره. الان نگاه کنید، طالبت اسم دارم دلالت بر انسان داره، اومدم ت رو بچه ها حذف کردم، به جای ت نشانه الف و ت گذاشتم طالبات. دیگه یک دانش آموز دختر ندارم، گروه دانش آموزان دختر دارم. سیارت، خب ماشین شیعه، اومدم جمع کردم، ت رو حذف کردم، الف و ت رو اضافه کردم، سیارات دلالت بر انسان نداره، شیعه، غیر انسانه، اما بازم با الف و ت جمع بسته شد. دیگه یک ماشین ندارم، دارم میگم ماشین ها، گروهی از ماشین ها. اما بچه ها در مورد جمع مکسر، جمع مکسر من چیه بچه ها؟ وقتی که من جمع مکسر دارم، هیچ نشانه از این علامت ها دیگه نمی بینم. یعنی چی؟ یعنی بچه ها شما انتهای این اسم ها رو نگاه کنید، علوم، مدارس، اولاد، الوان، هیچ نشانه از آنه، اینه، تینه، تانه، اونه، اینه، الف و ت انتهای این کلمه ها وجود نداره. یعنی چی؟ بچه ها میام میگم علوم جمع چیه؟ علم. سه تا حرف اصلی علم رو ببینید، سه تا حرف اصلی ا، ل، م. خب نگاه کنید، این ا، ل، م وسطش یه واو اومده، یعنی شکسته شده، دیگه حروف من کنار هم قرار نگرفته. نگاه کنید مدارس رو بچه ها، م که اسم اضافه شه، سه تا حرف اصلی من د، ر، س. در اثر حالا نگاه کنید توی جمعش، دیگه کنار هم قرار نگرفته. چی اومده بینش؟ یه الف اومده بینش. اولاد یعنی فرزندان، مفردش میشه ولد. نگاه کنید، و، ل، د، یه الف اومده بینش، دیگه کنار هم قرار نگرفتن. در مورد لمن هم همینجور. ای خانم مگه آنه نگفتید نشانه مثنث؟ بچه دقت کنید، زمانی آنه من نشانه مثنث که من اگر بیام این آنه رو از انتها حذف کنم، مفرد اسمم بمونه.
الان الوان دارم، مفرد اسمم چیه؟ لمن. درسته بچه ها؟ لمن مفرد اسممه. پس کو الا آنه رو اگر نشانه مثنا بگیرم از انتها حذف کنم، لمن نمیمونه، الو میمونه برای من. پس این نشانه نشانه مثنا نیست. بچه ها الوان دارم جمع مکسره، میام میگم لونه، کنار هم قرار نگرفتن، یه آ اومده وسطشون، پس این جمع جمع مکسره. پس بچه ها هر آنه ای قرار نیستش که دلالت بر مثنا بودن بکنه، حواستون رو حتما جمع کنید. خب بچه ها هر مبحثی رو که میگیم قرار یه سوال امتحان نهایی هم بعد از اون ازش حل کنیم و بررسیش کنیم، تحلیلش کنیم. الان ایا عبارت ان لیس فیها کلمت الجمع، گفته کدوم عبارت؟ کلمه جمع در اون نیست. میام نشانه ها رو پیدا میکنم. بچه ها قواسو ندارم، درسته؟ او نداره. نشانه جمع مذکر سالم. اتجاهات دارم، الف و ت داره، نشانه جمع مؤنث سالم. دیگه چی دارم؟ اصحاب دارم، بچه ها مفردش میشه صاحب، از صحبه میاد، جمع مکسر دارم. اما توی بچه ها عبارت دال رو نگاه کنید، من هیچ نشانه ای از جمع بودن ندارم، به من گفته جمع. بچه ها اما جمع اینه ایبینم، نشانه آنه، آنه، تینه، اینها نشانه های چی هستن؟ نشانه های مثنا هستن. پس جواب صحیح هم میشه گزینه دال. اما بچه ها در مورد نکته ای که داره، الان گفتم بچه ها آنه دیدم انتهای کلمه، سری بگم مثنا. الف و ت دیدم انتهای کلمه، سریع بگم جمع مؤنث سالم. نه بچه دقت کنید، هر الف و تی قرار نیست نشانه جمع مؤنث سالم باشه. گفتم از کجا باید مطمئن بشم، از کجا باید تشخیص بدم؟ گفتیم باید این نشانه رو از انتهای کلممون حذف کنیم به همین سادگی. الان بیان ابیات رو الف و ت رو حذف کردم، چی موند برای من؟ مگه مفرد ابیات به معنای بیت ها بیت نیست؟ الان باید برای من هر اگر الف و ت رو حذف میکردم بیت میموند، چی مونده برای من؟ ابی. پس این جمع جمع سالم نیست، جمع مکسره. اموات رو نگاه کنید، همینطور الف و ت رو حذف کنم، اوقات الف و ت رو حذف کنم، چی مونه برای من؟ اینجا میمونه امو، اینجا میمونه اوق. خب اینها که بچه مفرد اموات و اوقات نیستن، مفرد هاشون هستن بیت، میت، وقت. پس اگر من نشانه رو از انتها حذف کردم، مفرد کلمم سالم باقی نموند، شما جمعتون جمع سالم نیست، جمع مکسره. مکسر یعنی چی بچه تو عربی؟ یعنی شکسته شده، یعنی حروف من در هم شکسته شده، دیگه کنار هم قرار نگرفته. پس مراقب باشید بچه ها که این نکته مهم رو اشتباه نکنید. اما بچه ها ازم خواسته جمع سالم مؤنث، امتحان نهایی. بچه ها نگاه کنید، وقتی میگه جمع سالم مؤنث من چه نشانه ای میخوام؟ الف و ت. میرم سراغ الف و ت ها. اینجا اصوات دارم، الف و ت داره. برو دارم، ذات، الف و ت داره. ابیات دارم، الف و ت داره. و توی گزینه دال ساعت دارم، الف و ت داره. حالا نه باید بررسی کنم، تحلیل کنم ببینم کدوم یکی از این الف و ت ها میتونه جمع سالم مؤنث باشه. نگاه کنید بچه‌ها، گفتیم الف و ت رو حذفش میکنیم، چی میمونه؟ اصوات یعنی صداها. مفرد اصوات چیه بچه‌ها؟ یعنی صوت. صوت مونده الان؟ نه، اسو مونده. خب این پس میشه جمع مکسر، به هیچ عنوان جمع سالم نیست. گزینه ب رو نگاه کنید، من اگر بیام الف و ت رو حذف کنم، برای من اصلا کلمه‌ای میمونه، حرفی میمونه، یه ز مونده بچه‌ها. پس این اصلا خودش ذاته به معنای دارایه، که فکر میکنم تو واژگانتون هم دیگه خوندید و حفظید. ذاته کلا خودش یک کلمه است، جمع نیست، یعنی دارایه. پس گزینه یه به هم که کلا اصلا جمعی وجود نداره. ابیات دارم، الف و ت رو حذف میکنم، باز هم بچه ها چی میمونه؟ در مورد صحبت کردیم، ابی میمونه که مفرد بیت نیست، پس جمع سالم نیست، جمع مکسره. اما توی گزینه دال رو نگاه کنید، من اگر که الف و ت رو حذف کنم، وقتی میومدم الف و ت رو میگذاشتم، ت رو حذف میکردم دیگه، پس باید ته مؤنث رو بیام بذارم سر جاش. میمونه چی؟ ساعت. خب ساعت مفرد کلمه ساعت ها هستش، جمع سالم مؤنث.
اما بچه ها یک جمله به من داده تو امتحان، گفته ترجمه درستش کدومه؟ بچه برید سراغ نشانه ها. الان نگاه کنید نشانه هایی که دارم چیا هستن؟ شواره رو دارم بچه ها، مفردش میشه شارع، یعنی خیابان ها. پس خیابان توی بچه گزینه دال غلط، یه گزینه‌تون تموم رد شد. خیابان ها. دیگه چی دارم؟ میام بچه مقایسه میکنم، پر از اینجا گفته خالی از. میام توی عبارت مملوعتون، توی واژگانتون دارید، یعنی پر از، پر نه خالی. پس اینجا گزینه الف من که خالی ترجمه کرده هم بچه ها رد میشه، میمونه بین گزینه ب و ج. دارم پسر، تفاوت هم پسر پسران، دختر دختران. میام باز توی عبارت عربیم، گفته بنین بنات. خب من میدونم بچه ها اینا نشانه یه جمع مذکر سالم نیست، مگه الف و ت مگه نشانه جمع مؤنث سالم نیست؟ من اینجا جمع دارم، پس اسم های من باید به صورت پسران و دختران، یعنی به صورت جمع ترجمه بشه. پس جوابم بچه ها میشه گزینه جیم. این هم از ترجمه که چجوری ترجمه ها رو بچه تو امتحان نهایی جواب بدیم. حتما به سراغ نشانه ها. نشانه هاتون مهمترینش بچه توی کتاب نهم همین نشانه های جمع هاتون هستن، حواستون رو به این نشانه ها بذارید. اما در مورد اسمای اشاره بچه دیگه فکر کنم اسمای اشاره کلیپ معروفش رو دیدید و دیگه همتون هم حفظین. و چی بود میگفت؟ هازا هازانه هازینه هاولائه، یادتونه؟ حتما بچه ها حفظید، مطمئنم. حالا میخوام ببینم چجوری باید استفادهش کنم. بچه ها به این اسمای اشاره، هازهی، هاتانه، هاتنه، هاولایه که توی این جدول آوردیم، میگیم اسمهای اشاره نزدیک. یعنی چی اسمهای اشاره نزدیک؟ بله، یعنی اسمهایی که بچه ها من وقتی که میخوام اشاره کنم نزدیکم قرار داره، دور نیست که بگم آن. مثل فارسی میگم این دختر نزدیکمه، وقتی میخوام اشاره کنم میگم این. اما اگر دور باشه میگم آن مدرسه، دوره. وقتی میخوام اشاره کنم باید از لفظ اسم اشاره آن استفاده کنم. مثال ها رو نگاه کنید بچه ها. اشاره به نزدیک، هازا جبلون. خب هازا دارم اسم اشاره، میخوام ببینم چرا براش جبل آورده. بچه دقت کنید، من وقتی که هازا دارم، اسمی که بعدش میخوام بهش اشاره کنم باید مفرد باشه و مذکر. جدول رو نگاه کنید، وقتی هازهی دارم باید مفرد باشه و مؤنث. نگاه کنین مثال رو، هازا جبلون، جبلون مفرد مذکر، هازهی منزدتون، منزدتون مفرد مؤنث. هازانه میخوام بیارم بچه ها، چه اسمی براش بیارم؟ بچه ها مشخصه این مثنی ها، این اسم های اشاره های من مثل همون اسم هایی که مثنی بودن، نشانه های مثنی آنه، اینه، تانه، تاینه بود، این اسم های اشاره هم همون اسم ها رو، همون نشانه ها رو دارن. اسم هایی که براشون اومده، هازانه، طالبانه، ببینید مثنای مذکر، هاتانه، لوحتانه، ببینید مثنای مؤنث، تانه مؤنثه، هاتانه مؤنث، طالبانه، آنه مذکر، هازانه مذکر. نشانی از ت نداره، پس مثنای مذکره. اما در مورد بچه ها جمع ها، جمع ها بچه ها توی اسم های اشاره چه دور چه نزدیک، در مورد هر دوشون بچه ها چیه؟ یکی به کار میره. یعنی من اگر بخوام بگم این دختران بچه ها برای مذکر، باز هاولای استفاده میشه. بخوام بگم این پسران، باز هم هاولای استفاده میشه. پس جمعشون مشترکه و هیچ فرقی برای آوردن اسم اشاره ندارن. الان نگاه کنید مثال رو، رجال دارم جمع مکثر مذکر، درسته؟ آقا هستن دیگه. نسا دارم جمع خانوم ها، یعنی زنان. برای هر دوشون از چه اسم اشاره استفاده شده؟ این مردان، این زنان. پس دقت کنید بچه ها، توی جمع اسم های اشاره یکی هستن. اما اشاره های دور، بچه خیالتون رو راحت کنم، ما وقتی میخواییم به دور اشاره کنیم، مثناهاشون کاربردی ندارن تو عربی. مفردها مهمن و جمع ها. یعنی اگر بخوام برای مثنا
از اسم انشای دور استفاده کنم، باز هم از همون اولایک و اینها استفاده میکنن که اصلا توی کتاب عربی بچه از قسمت مصنع هیچ چیزی نگفته و حتی کتاب عربی، رمان، اینها هر چیز رو هم نگاه کنید بچه زیاد کاربرد نداره. اما در مورد مذکرها نگاه کنید بچه ها، ذالک اولایک تلک اولایک، علی ذالک رو دارم، ذالک بچه ها مفرد مذکره، براش کتاب اومده، ذالک کتابون، آن کتاب، ببینید کتاب مفرد مذکر ذالک. سفینت ته مؤنث داره، مفرد مؤنث، براش چی اومده؟ تلک اومده. اما در مورد جمع ها باز هم میگم بچه ها، توی جمع ها اسم های اشاره مشترکن. نگاه کنید المعلمون جمع آقایان، مگه اونا نشانه جمع مذکر سالم نیست؟ المعلمات مگه الفوت جمع سالم مؤنث نیست؟ برای هر دوشون میخوام اشاره کنم، آن معلم ها از اولایک استفاده میکنم و هیچ تفاوتی نداره. اما بچه یه نکته خیلی مهم توی اسمهای اشاره که تا 12 که انشاءالله میخوان کنکور بدین بچه های انسانی با این سر و کار دارین، چیه بچه ها؟ نگاه کنید، من اگر که اسم اشاره داشته باشم، اسمهای اشاره رو نگاه کنید، هاولاء مثال ها رو نگاه کنید، هاولاء اولائک اولائک، اسم بعدشون اگر الف و لام داشت، الرجال الطالبات، چجوری ترجمه میشه؟ بچه ها اگر اسم بعدشون الف و لام داشت، من باید اسم اشاره و این اسمی که الف و لام داره رو به صورت ترکیب ترجمه کنم، نه جمله. میگم این مردان، خب ترکیبه، این مردان جمله نیست، این مردان، اولائک طالبات، آن دانش آموزان، ببینید بچه ها به صورت ترکیب ترجمه میشه و به صورت بچه ها مفرد، یعنی دیگه شما اسم اشارتون رو با اینکه جمعه، با اینکه مثنا اومده باشه، باید به صورت مفرد ترجمه کنید، این آن. مگه ها اولای و اولایک جمع نیست بچه ها؟ اما چون من نشانه دارم اسم بعدش الف و لام داره، باید به صورت مفرد ترجمه بشه. اما بچه ها اگر اسم بعدشون الف و لام نداشت، مثل اینجا رجال و طالباتو، در این صورت باید به چه صورت ترجمه کنم؟ دیگه بچه ها اسم اشاره من همون صیغه جمع خودش ترجمه میشه و به صورت مفرد میگم اینها مردانی هستند، آنها دانش آموزانی هستند، باید به صورت جمله ترجمه بشه، که حالا اینجا باز یک کلمه دیگه بعدش اومده، براش حالت خبر آورده که خبر رو هم باهاش مؤمن و تلاشگر ترجمه کردیم. این از نکته‌ای که توی اسم اشاره وقتی ترجمه دارید باید ازش استفاده کنید و حواستون بهش باشه. اما خب مبحث خیلی ساده بچه‌ها دروس شما اسمهای پرسشی هستن. اسمهای پرسشی یعنی چی؟ خب بچه ما توی فارسی میگیم او چه کسی است؟ این چه کسی میشه پرسشی. میگم او چه چیزی است؟ این چه چیزی میشه پرسشی. حالا همین بچه ها توی عربی هم کاربرد داره. وقتی اونها میخوان بگن چه کسی، از من استفاده میکنن، من یعنی چه کسی. وقتی میخوان بگن چه چیزی، از ما استفاده میکنن. وقتی میخوان بگن چند تا، از کم استفاده میکنن. اما حالتی که بچه ما وقتی میخوایم سوالی رو بپرسیم توی فارسی، از این کلمات استفاده میکنیم. خب عرب ها هم همین کلمات براشون کاربرد داره و استفاده میکنن. اما میخوایم ببینیم این کلمه های پرسشی، این اسم های پرسشی چیا هستن. بچه ا و هل داریم، هر دو به معنی آیا. حتما در جواب این هل و ا باید از نعم و لا استفاده کنید، که بارها تو امتحان نهایی هم اومده، دو تا گزینه براتون گذاشتن، باید تیک بزنید. حالا این حلی که بهتون داده، یک عبارتش بدون لا و نعمه بچه ها جوابش، یکی از گزینه ها هم با لا و نعمه. شما باید بدونید که در جواب حل باید حتما از، در جوابش حتما از نعم و لا استفاده کنید. اما کلمه پرسشی بعدی من، به معنی چه کسی، میتونم برای شی به استفادهش کنم، به کار ببرم بچه ها؟ من رو به هیچ عنوان. چرا؟ چون دارم میگم چه کسی، میتونم بگم مثلا قلم، مداد، کتاب،
نمیشه. پس این من من فقط در مورد انسان هستش. بچه در جوابش رو نگاه کنید، من هو و چه کسیست؟ حتما باید از کلمه انسان استفاده کنید، یعنی باید یک کلمه ای رو در جواب بیارید وقتی میگه چه کسیست که انسان باشه. اگر شعر رو بیارید خب اون گزینه غلطیه و نباید بزنید. اما در مورد ما و مازا، ما یعنی چیست؟ خب میتونم برای انسان بیارم، خب این رو این دفعه نمیتونم برای انسان بیارم. چرا؟ چون خب وقتی من دارم میگم چه چیزیست، انسان که چیز نیست. میتونم بگم مثلا دانش آموز است، مگه شیئه که بگم دانش آموز است؟ حتما در جواب ما و مازا که معنای چیست میده و برای غیر انسان میاد، حتما باید از اشیا استفاده کنید. قلم رساله، قلم مداد، رساله نامه. اما بچه ها دقت کنید، مازا فل حقیبته، فکر نکنید که این مازا با ما فرق میکنه. بچه این مازا بوده ما به اضافه هازا که اومده به هم دیگه چسبیده، هش چسب شده مازا. یعنی چیست این؟ پس این همون معنای چیست رو میده. مازا فل حقیبته میگه در کیف چیست؟ ببینید هیچ تفاوتی با ما نداره. اما بچه ها یه نکته هستش که خیلی هم توی عربی دیدید، وقتی بهتون میگه ماهی حقیقت، ماه و الفل. بچه این هیه و این هوه به چه صورت باید ترجمه بشه؟ بچه اصلا ترجمه نمیشه. دقت کنید ترجمه روبرو رو. ما یعنی چیست؟ حقیقت یعنی حقیقت. حقیقت چیست؟ ما یعنی چیست؟ فعل یعنی فعل. ما مل فعل، انگار من دارم اینو مل فعل میبینم. بچه ها این هوه و این هیه به هیچ عنوان توی ترجمه نباید بیاد. یعنی نمیتونم بگم بچه ها چیست آن حقیقت، چیست آن فعل. این هیه و این هوه رو توی ترجمه به هیچ عنوان نباید ترجمه کنید. اما بچه ها کلمه پرسشی بعدی لمن. خب مشخصه داره میگه ل برای من، هم که الان گفتیم یعنی چه کسی، برای چه کسیست. خب وقتی که بچه ها من توی فارسی از شما میپرسم مثلا روی میز روی نیمکت های کلاس کتاباتون هست، یه کتابی بچه ها همینجوری افتاده اونجا، من میگم بچه ها این برای چه کسیست، شما میگی مثلا برای فاطمه است. از چه لفظی توی جواب استفاده کردید؟ من از با ل سوال پرسیدم، شما هم با ل جواب دادید. نگاه کنید، لمن هذا القمیص، این قمیص برای کیست؟ من در جوابش ل باید بیارم. چرا؟ چون این سوال حس مالکیت داره، جوابش هم باید حس مالکیت دیده بشه. وقتی که شما من میگم لمن هذا القمیص، این پیراهن مالکی، شما باید بگید برای مثلا سجاد، از ل استفاده میکنید. پس در جواب کلمه پرسشی لمن حتما باید از لفظ ل استفاده کنید. اما بچه ها در مورد عینه، عینه یعنی کجاست؟ خب من وقتی که توی فارسی به شما میگم مثلا فلانی کجاست، شما میگید توی حیات مدرسه، از یک مکانی نام میبرید. الان توی عربی هم بچه ها همینه، هیچ قاعده خاصی نداره. نگاه کنید، میگه این حاضر رجل، این مرد کجاست؟ میگه فی بیتهی، در خانه اش، از مکان یاد کرده. نگاه کنید توی عربی کلماتی مثل فوق، تحت، امام، جنب، اند، حول، بین، فی، اینها برای مکان استفاده میشن. یعنی هر موقع شما این کلمه ها رو در جواب عینتون دیده، جوابتون صحیحه، چون از یه مکانی توی جواب اسم بردین. اما من عینم، بچه عینه رو گفتیم معنای کجاست میده. من عینه یعنی از کجا، اگر بخوام تحت لفظی ترجمهش کنم یعنی از کجا. بچه منظورش اینه اهل کجایی، از کجایی، درسته؟ بچه وقتی که من این کلمه پرسشی رو میارم، مگه با من شروع نشده؟ میتونم بگم انا من تهران، من یعنی از کجایی، میتونم بگم من تهران، از تهران. اما چون از کجایی معنای اهل بودن کجا رو میده، اهل کجا هستی رو میده، و من نسبت خودم رو به اون جایی که مثلا دارم زندگی میکنم باید بدم، میتونم من رو نیارم، اون شهری که دارم زندگی میکنم توش رو یا اون کشوری که دارم توش زندگی میکنم رو با یه بیارم، میگم انا تهرانیون، من تهرانی هستم. هیچ فرقی بچه ها این جواب ها با هم دیگه نداره. یعنی وقتی میگه انا من تهران یا انا تهرانیان، یعنی هر دو تهرانی هستی.
پس هر دو صحیحه بچه، از هر دوش میتونید توی جواب من اینه استفاده کنید. اما کلمه پرسشی بعدی کم هستش، به معنای چند. بچه توی جوابش چی میاد؟ من به شما میگم بچه ها چند تا درس خوندین تا امروز؟ شما مثلا میگید 6 درس. در جواب تعداد باید از کلمه عدد استفاده کنم. میگم کم قلمن فی المحفظته، میگی سلاست و اقلام، ببین 3 قلم. کم طالبات فی المکتبته، میگی 500 طالبات، 5 دانش آموز. پس من در جواب کم از عدد استفاده کردم. اما کلمه پرسشی بعدی کیفه، که خب زیاد هم شنیدید، کیفه حالو که، حالت چطوره؟ در جوابش چی میگی؟ وقتی من میگم حالت چطوره، تو میگی خوبم، خوشحالم، خیلی عالیم، حالتت رو بیان میکنی، درسته بچه ها؟ پس من در جواب کیفه باید یک حالتی رو بیان کنم. مثلا میگم مسرور، شاد، فرحان، خوشحال، ضاحکاً، خندان، حزیناً، ناراحت. مثلا میگم چجوری اومدی مدرسه؟ میگی به سرعت، با سرعت، به هدوء، با آرامی. کیفت از هب و ال از ضیافته، چجوری میری به مهمونی؟ میگه از هب و ضاحکاً، خندان میروم. پس من وقتی که کیفه دارم، در جوابم باید یک حالتی بیان بشه. اما در مورد متا، متا یعنی چه وقت، چه زمانی؟ بچه من به شما میگم چه زمانی به مسافرت برویم؟ شما میگید مثلا فردا، هفته آینده. به من زمان میدید. حالا این زمانتون میتونه ساعت باشه، میتونه روز خاصی باشه، میتونه زمان مشخصی باشه، هیچ فرقی نمیکنه. مثلا میگید الیوم، امروز، امس، دیروز، مساء، عصر، قبل از سنتین، دو سال پیش. پس میتونم از ساعت استفاده کنم. مثلا میگم کجا میری، چه زمانی میری؟ میگی مثلا ساعت 8 میرم، پس ساعت سامنه. پس میتونم از عدد استفاده کنم. این عددم بچه ها میتونه در قالب یک ساعت باشه. چرا؟ چون باید زمان داشته باشم. در جواب متا، متا ذهبتم الی کربلا، میگه چه وقت رفتید شما به کربلا؟ میگه قبل اسبوعین، دو هفته پیش. پس در جواب متا حتما باید از زمان استفاده کنم. خب بریم بچه ها سوال امتحان نهایی بزنیم. کدام گزینه مناسب جای خالیست؟ کم لائبن فی الملعب. بچه ها میگم خب پرسشی کم اومده، در جواب کم من باید چی بیارم؟ عدد بیارم. سبعت به معنای بچه ها 7. اما توی گزینه به فصورت دارم، یعنی در عکس. مگه پرسیده در کجا؟ از جا مگه پرسیده؟ از عینه؟ مگه سوالم عینه که من بگم فیت سوره؟ نعم آورده. مگه سوال من با حل شروع شده که نعم بیارم؟ اینجا خودش سوال آورده. کم سبعتن، چند، خودش سواله. چجوری میشه؟ خود کم من جواب میخواد. پس کم بچه ها یعنی چند تا. من باید عبارتی رو انتخاب کنم که عدده. تنها گزینه که عدد داره گزینه الفم هستش. اما بچه ها حل ها و شیرازیان حل اومده، میام میبینم خب همشون که نعم رو داره، صحیح صحیح صحیح. اما بچه ها نکته این سوال چیه؟ نکته این سوال هوه. من یک زمان بچه ها میپرسم از شما که آیا شما شیرازی هستی؟ شما میگی بله. یه گروهی هستید، دارم ازتون سوال میپرسم آیا شما ها شیرازی هستین؟ شما میگید بله ما شیرازی هستیم. یعنی در جواب شمای من، شما از ما استفاده میکنی. یک زمانی از شما میپرسم تو، یک نفر روبروی من ایستاده، میگم تو ایرانی هستی؟ میگه من ایرانی هستم. پس اینجا وقتی که داره میگه آیا او شیرازی است، باید بگم بله او شیرازی است. نمیتونم از انته مخاطب استفاده کنم، درسته؟ اگر از انته استفاده کنم خب غلطه. میتونم بگم آیا او شیرازی است؟ میگه بله تو شیرازی هستی. بله تو شیرازی هستی. بله من شیرازی هستم. باید از بچه ها حواسم باشه که از چه کسی دارم سوال میپرسم. باید ضمیر مناسب با اون رو استفاده کنم. خب
اینه یک توب نواجه با تهون نه بچه ها اینه دارم ابتدا اینه اومده باید بچه ها به چه صورت ترجمهش کنم میگه کجا می نویسند تکالیفشان را خب بچه ها در مورد کدوم صیغه است یک توب نه واجبات هون نه بچه ها در مورد صیغه جمع مؤنثه پس از طلاب من رد شد از طالبات صحیح درسته بچه ها چون صیغه من فعل من برای جمع مؤنث اومده پس من نمیتونم از طلابی که اسم جمع مکسر و آقایون هستن استفاده کنم بچه ادامه رو نگاه کنید یک توب نه مقایسه میخوام بکنم یک توب نه همشون صحیح واجباتهن نه بچه اختلاف من تو کدوم قسمته اینجا گفته با دقت سوال چیه کجا تکلیفشون رو می نویسند گفته با دقت مگه من حالت خواستم مگه گفتم کیفه گفتم چگونه می نویسند که بگم به دقت فلبایت دارم صحیح اما توی گزینه د گفته برای معلم مگه من ل دارم توی سوالم که با ل جواب بدم پس این عبارت هم غلط اما چون اینجا به خاطر طلاب رد شده جوابم میشه گزینه جیم پس دقت کنید من در جواب عینه باید به یک مکانی اشاره کنم که توی عبارت جیم به مکان فلبت اشاره شده کیف حالکم بچه حالتون چطوره من دارم بچه ها از شمایی که یک گروه هستید کم جمعه جمع مذکره سوال میپرسم چی میگید وقتی که شما یک گروه هستید میگید که ما یا میگید من خب اینجا انت آورده نوشته تو خوبی آقا من دارم از تو سوال میپرسم تو میگی تو خوبی پس گزینه الف رد شد هو به خیر داره میگه او خوبه آقا من دارم از شما سوال میپرسم اینجا گفته من خوبم شمایی که جمع هستید من از جمع دارم سوال میپرسم مگه میتونم من با من جواب بدم اینجا گفته کلونا میگه همه ما بچه ها نا یعنی همون نحنوی ما ضمیر نحنو هستش دیگه میگه همه ما خوبیم پس جواب اون میشه گزینه دال لی من تلک از سیاره لی اومده ابتدا برو سراغ لی ندارم لی سیدت رحیمی میگه برای کیست این آن ماشین؟ میگه برای خانم رحیمی پس باید عبارتی رو پیدا کنم که از ل استفاده شده خب این از کلمه های پرسشیتون بچه ها اما میریم سراغ ضمیرها بچه ها ما دو نوع ضمیر داریم یا ضمیرهای ما منفصلن یعنی ضمیرهایی هستن که جدا هستن نمیچسبن بچه ها به اسم و فعل و حرف نمیچسبن ضمیرهای منفصل مثل چیا؟ مثل همین ضمیرهایی که توی صرف فعل‌ها یاد گرفتم انا من انت انت تو هو و هی او نحن و ما انتما انتما انتم انتون نه یعنی شما هما هم هن نه یعنی بچه ها ایشان اینها ضمیرهایی هستن که بچه ها ضمیرهای منفصل یعنی ضمیرهای جدا هستن اما یک سری ضمیر داریم ضمیرهای متصلن بچه ها یعنی میچسبن یا به فعلتون بچه یا به حرفتون یا به اسمتون نگاه کنید وقتی که من به شما میگم کتابی نگاه کنید میگم کتابی بچه کتاب خودش اسممه دیگه یه اومده به این چسبیده به این ضمیر میگم ضمیر متصل چون چسبیده به اسمم یعنی کتاب من وقتی میگم کتاب و که نگاه کتاب خودش اسممه یک ضمیر که اومده بهش چسبیده یعنی کتاب تو پس اینها ضمیر هستن چه نوع ضمیری ضمیرهای متصل یعنی ضمیرهایی که میچسبن در مورد بقیه ضمیرها هم همینطور اما بچه ها باید بدونم که هر ضمیری برای چه اسمی میاد مثلا وقتی که من میخوام بگم هو باید بدونم ضمیر هو مخصوص یک نفر آقا هستش وقتی میگم انت باید بدونم یک نفر آقا هستش تویی که یک آقا هستی وقتی که میگم انتون نه باید بدونم که آقا انتون نه من جمعی هستش که دلالت بر خانوم ها میکنه پس اسمی باید براش بیارم که جمع باشه جمع خانوم ها باشه الان تو امتحان نهایی گفته باشه جای خالی رو پر کنید تلمیزون مجتهدون رو داده گفته کدوم ضمیرها مناسبه برای جای خالی هوه دارم بچه ها
مفرد مذکر. تلمیز مفرد مذکر. درسته؟ من وقتی که مفرد مذکر دارم باید از ضمیرهای مفرد مذکر برو سراغ مفردهای مذکر. خب میام میگم هو مفرد مذکر، انت مفرد مذکر، انا مفرد مذکر یا مؤنث. بچه‌ها تنها ضمیری که هم میتونه برای مؤنث بیاد هم میتونه برای مذکر بیاد انا هستش. من میتونه یک خانوم باشه، من میتونه یک آقا باشه. پس اینجا من میتونم بگم انا تلمیزون مجتهدون. اما عبارت های دیگر رو نگاه کنید، جواب صحیحمون پیدا شد. انت بچه مفرد مؤنثه، هو صحیحه، انا صحیحه، انت مفرد مذکر صحیحه، که بچه تا حالا دیدید که بیاد ابتدای جمله؟ مگه این ضمیرها ضمیرهای متصل نیستن؟ مگه نباید به اسم یا فعل بچسبن؟ نچسبیده. پس این عبارت غلط، اصلا نمیتونم همچین چیزی رو بیارم. هو دارم صحیح، هو دارم بچه ها مفرد مذکر صحیحه، انت مفرد مذکر، اما هیه مفرد مؤنث. پس بچه ها به این صورت باید مطابقت اسم هاتون و ضمیر هاتون رو از هم تشخیص بدید. اما در مورد عدد های اصلی، بچه ها عدد های اصلی ما و عدد های ترتیبی ما چی هستن؟ خیلی ساده است. عدد های اصلی بچه ها واحد، اثنان، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته، الی آخر که اثنا عشره هستن. بچه ها هیچ کدوم از عددهای اصلی من بر وزن فاعل نیستن غیر از عدد یک. نشانه بذارید برای خودتون. اما عددهای ترتیبی رو نگاه کنید، غیر از بچه ها عدد یکشون که بر وزن فاعل نیست همشون بر وزن فاعل هستن. نشانه. پس بچه ها تنها تفاوت عدد اصلی و ترتیبی توی وزنشونه، فقط تفاوتش توی عدد یکه. همه عددهای ترتیبی بر وزن فاعل مثل سالس فاعل، سانه فاعل، خامس فاعل، همه بر وزن فاعلن. اما غیر از عدد یک، عدد یک ترتیبی من اول بر وزن فاعل نیست، اما به جاش عدد یک اعداد اصلی من بر وزن فاعله ولی بقیه اعدادش بر وزن فاعل نیستن. با این نشانه بچه ها میتونید دقیق اعداد اصلی و ترتیبیت رو از هم تشخیص بدید. سوال داده در رابطه با اعداد بچه ها تو امتحان نهایی. فی یوم من الایام جا ستتون صیادین. خب ستت دارم بچه ها عدد، نشانه از عددم دیگه، میدونم که ستت به چه معنای عددیه؟ شیش. میرم سراغ شیش، پنج، شیش، هفت. خب عبارت دال عبارت بر رد شد. بچه دوتا از گزینه هامون. میرم سراغ بچه ها تفاوت ها. میخوام ببینم عبارت الف من که مونده و عبارت جیم که مونده چه تفاوتی داره توش. در روزی از روزها، در روزی از روزها. شکارچی شکارچی، آمدند رفتند. بچه من عبارتم رو تفاوتش رو پیدا کردم، آمدند رفتند. میام توی عبارت عربی. فعلی که دارم جاء هستش. بچه جاء معنای آمد میده یا رفت؟ معنای آمد میده. پس گزینه ب رد میشه و جوابم میشه گزینه جیم به معنای آمد. اما در مورد ساعت شماری، بچه همش قراره چهار مدل ساعت رو بلد باشیم. به چه صورت ساعت ها رو میگیم؟ اگر ساعت من روند باشه میخوام بگم ساعت سه. چجوری میگم؟ از ساعت و از ساله ساعت و تمامن. میگم ساعت سه تمام، یعنی عرب های تمامن انتهای این میذارن. اگر نگاه کنید یازده گفت الهادیت و عشره تمامن. بچه ها الان این عدد هایی رو که دارید نگاه میکنید، وقتی بهتون ساعت داد از عدد ترتیبی استفاده کنم یا از عدد اصلی؟ 100% از اعداد ترتیبی استفاده میکنم. یعنی همه اعداد ترتیبی که دارم میارم باید بر وزن فاعل باشه. خب یک رو چیکار کنم؟ اگر بخوام ساعت بگم ساعت یکه، از چی استفاده میکنم؟ باید وزنش فاعل باشه. پس باید از یک عدد اصلی استفاده کنم. درست شد؟ یک عدد اصلیمون بر وزن فاعل بود، غیر از یک همه اعداد ترتیبیمون بر وزن فاعل بود. پس من باید از عددهایی که بر وزن فاعل استفاده کنم. نگاه کنید ساعت 9 و نیم. میخوام بگم ساعت 9 و نیمه. بچه نیم تو عربی یعنی نصف.
نیم رو میگن نصف، نصف یعنی نیم. نگاه کنید از ساعت و نه رو که می نویسم اتا سعه، ببینید بر وزن فاعلن، همه سالس فاعل، تاسه فاعل، سادس فاعل، همه بر وزن فاعلن. پس عددام دیگه باهاشون بشه من چالشی ندارم، میدونم که باید عددهایی که بر وزن فاعل رو بیارم. نه تا ساعت، سی دارم یعنی نیم و نصف، یعنی ساعت نه و نیم، نه و نیم، درست شد؟ ده و نیم، العاشرت و نصف، ده و نیم. اما در مورد ربع چه صورته؟ میخوام بگم ساعت سه و ربع، میخوام بگم ساعت چهار و ربع، همون عدد رو میاری، الان شش و ربع دارم، شش میشه سادست، همون ربع. مگه ما خودمونم نمیگیم ربع؟ توی عربی هم همون استعمال میشه. چهار و ربع، الرابعه و ربع، همون ربع رو میاریم. اما بچه ها، تنها موردی که توی ساعت ها یک مقدار دانش آموزا همیشه دچار اشکال میشن، عدد بچه ها ساعت هایی هستش که مثلا میخوام بگم یه ربع پنج، میخوام بگم یه ربع شیش. اینا رو چجوری بگم؟ بچه یک نشانه خیلی راحتی داره، نگاه کنین. میخوام بگم ساعت 5:45، من با 5 کاری ندارم، عدد بعدش چنده؟ 6. میخوام بگم 1:45، من با 1 کاری ندارم، عدد بعدش چنده؟ 2. درست شد؟ وقتی که 45 دارم بچه ها، دیگه از ربع استفاده نمی کنم. چرا؟ این یه ساعته. وقتی که من میخوام بگم 1 ربع، ساعت من فقط این قسمتش رو رفته که میگم ربع. الان میخوام بگم 45، یعنی بچه ها سه قسمت ساعت من 45، درسته؟ یعنی اگر که من میخوام بگم ساعت 1:45 است، سه تا یه ربع ساعت من رفته، چقدرش مونده؟ به جز یه ربعش مونده، درسته؟ پس من از الا به معنای به جز و همون ربعن استفاده میکنم، یعنی میگم ساعت 6 اما به جز یه ربع. یعنی چی؟ یعنی همون 5:45. نگاه کنید، الان میگم 1:45، ساعت 1 دارم میگم 2، از ثانیت و ساعت 2، چون 45 دارم از لفظ الا ربعن استفاده میکنم، میگم ساعت 2 به جز یه ربع، یعنی همون 1:45. عرب ها به این صورت استفاده میکنم. این از ساعت شماری بچه ها. اما بچه ها، توی امتحان نهایی بهت داده روز یک شنبه ساعت 4:45 به منزل پدر بزرگم رفتم. خب 4:45 دقیقه دارم اینجا. گفتیم وقتی 45 دقیقه داریم چیکار میکنیم؟ ساعتمون رو یکی میایم کجا؟ یکی میایم بالا. یعنی دیگه من 4 نباید پیدا کنم توی تیترم. از ساعت رابعه، رابعه یعنی 4، رد میشه. از ساعت الخامسه، درست. از ساعت رابعه، غلط، رد میشه، خامسه. بین گزینه ب و گزینه دال رو نگاه کنید. بعدش 45 دارم. گفتم هر موقع 45 دقیقه داشتی یعنی الا ربعن، یعنی غیر از یه ربع. 45 یعنی 45، سه تا یک ربع رو رفته ساعت، یه دونه یه ربع هم مونده. پس میگم الا ربعن. اینجا و ربع گفته، غلط. اما اینجا بچه‌ها گفته الا ربعن. جواب صحیح همیشه گزینه ب. اما بچه ها، در مورد واژگان، واژگان کتاب رو بچه همه درس ها رو به خوبی واژگان رو باید حفظ باشید برای امتحان. برای ترجمه ها فوق العاده کاربردیه. خیلی ترجمه ها بچه ها بیشتر از قواعد توی امتحان نهایی. واژگان رو حتما تسلط داشته باشین. اما روزهای هفته، رنگ ها و فصل های سال که حالا بچه فکر کنم پی دی افش در اختیارتون قرار میگیره، اینها رو کامل خوب بخونید و یاد بگیرید که توی کتابتون هم هستش، خیلی کاربردی و مهم هستن. اما ترکیب ها بچه ها، ما دو نوع ترکیب داریم توی عربی، ترکیب های وصفی و ترکیب های اضافی. یعنی چی؟ بچه ها من گاهی اوقات دارم میگم که دختر زیبا. وقتی میگم دختر زیبا، دارم صفت کی رو بیان میکنم؟ دختر رو، در قالب زیبا بودن. وقتی میگم ماشینه پر سرعت، دارم صفت ماشین رو در قالب سرعتش که زیاده بیان میکنم. به این ترکیب بچه تو فارسی میگفتیم چی؟ میگفتیم صفت و موصوف. الان ما هم توی عربی صفت و موصوف داریم. بهتون میگم بچه ها، دیوار مدرسه. وقتی میگم دیوار مدرسه، بچه ها صفت دیوار رو دارم بیان میکنم؟ نه.
دو تا اسم اومده کنار هم قرار گرفته، من دارم دیگه نسبتش رو بیان میکنم، میگم این دیوار مال مدرسه است، صفت مدرسه رو بیان نمیکنم. اما بچه ها میخوام ببینم از کجا توی عربی صفت و موصوف و مضاف و مضافون الی هم رو تشخیص بدم. نگاه کنید بچه ها، ما یه نکته خیلی مهم داریم. توی عربی صفت و موصوف از هر نظر با هم مطابقت میکنن. یعنی چی از هر نظر؟ یعنی از نظر جنس هر دو باید مذکر باشن یا مؤنث. از نظر عدد باید هر دو یا مفرد باشن یا مثنی باشن یا جمع باشن. از نظر حرکت هر دو باید حرکت او داشته باشن، ا داشته باشن، ا داشته باشن، عین هم باشه حرکت انتهاشون. و از نظر الف و لام، یعنی اگر تو اسم اولت الف و لام داشت، اسم دومت هم که صفته باید الف و لام داشته باشه. پس من از این چهار نظر اگر دیدم دو تا اسمی که کنار هم هستن، الکتاب المفید و شجرتن جمیلتن، از هر نظر با هم مطابقت دارن، میگم آقا اینها صفت و موصوف هستن. مفید صفته واسه موصوف کتاب، جمیلت صفته واسه موصوف شجرت. نگاه کنید بچه ها، الکتاب و الف و لام داره، المفید الف و لام، هر دو انتهاشون اون دارن، حرکت هاشون یکیه، هر دو مفردن، نشانه مثنی و جمع ندارن، هر دو مذکرن، نشانه مؤنث ته مؤنث ندارن انتها. شجرتن جمیلتن، هر دو حرکت ها یکیه، هر دو الف و لام ندارن، پس یا الف و لام داشته باشن یا نداشته باشن. هر دو بچه مؤنثن و هر دو مفردن، از هر نظر مطابقت دارن، پس من تشخیص میدم که اینها صفت و موصوف هستن. اما در مورد ترکیب های اضافی، بچه ها گفتیم صفت و موصوف از این چهار نظر باید با هم مطابقت داشته باشن. حالا اومدی دیدی از یکی از این نظرها دو تا اسم کنار همت مطابقت نداره، دیگه نمیتونه صفت و موصوف باشه، دیگه شما مضاف و مضافان اله دارید. مثال رو نگاه کنید. جدار رول مدرسته، جدار الف و لام نداره، المدرسه الف و لام داره، یه عدم تطابق. جدار بچه ها مذکر، المدرسه مؤنث، از نظر جنس هم عدم تطابق. جدار او داره، مدرسه ا داره، از نظر حرکت عدم تطابق. از نظر عدد هر دو مفردن، جدار مفرد مذکره، المدرسه مفرد مؤنثه. حتی اگر از یک نظر مطابقت نداشت، شما صفت و موصوف نداری. الا از سه نظر مطابقت نداره، 100% مضاف و مضافان الیه و من صفت و موصوف ندارم. المدرسه تو بچه ها میشه مضافان الیه برای جداری که مضافه. اما بچه ها یه نشانه خیلی راحت، اگر دیدید انتهای اسمتون ضمیر چسبید، حتما شما مضاف و مضافان الیه دارید. نگاه کنید، کتب داشتم، یعنی کتاب ها، اومده به اضافه ضمیر که شده. مگه ضمیرها اسم نیستن؟ ضمیرها اسمن دیگه، میان جایگزین اسم میشن، درسته؟ پس اسمن. الان دوتا اسم کنار هم دارم، میان میگم خب اینجا ضمیره، اگر ضمیر دیدم چسبید به اسم، همیشه بچه ها تا 12 که دارید عربی میخونید اینو بدونید، فرموله ضمیر دیدی چسبید به اسم، حتما شما مضاف و مضافان الیه داری، نمیتونه صفت و موصوف باشه. خب در مورد مضاف بچه ها نگاه کنید، الان من مضافم مضافان الیه دارم، جدار مگه مضافم نیست؟ میخوام ببینم نشانه مضاف چیه. بچه ها هیچ وقت مضاف شما الف و لام و تنوین نمیگیره. جدار رو نگاه کنید، کتب رو نگاه کنید، به هیچ صورت، یعنی اگر دیدید دو تا اسم کنار هم داری اولی الف و لام گرفته، این میتونه صفت و موصوف باشه، ولی به هیچ عنوان مضاف و مضافان الی نمیتونه باشه. چرا؟ چون مضاف به هیچ عنوان الف و لام و تنوین رو نمیتونه بگیره. بریم سوال امتحان نهایی حل کنیم در مورد ترکیب های وصفی. در کدام یکی از جملات زیر ترکیب وصفی وجود دارد؟ خب گفتیم بچه ها ترکیب ها دو تا اسم کنار هم، من میرم دو تا اسم کنار هم رو پیدا میکنم. اینجا چی دارم؟ فعل، اسم، اینجا ل حرفه، اصلا اسم، دو تا اسم کنار همی ندارم. ضمیر، فعل، اینجا حرفه، اینجا اسم، دو تا اسم کنار هم ندارم. اولاد، اسم، فعل، اینجا اسم، دو تا اسم کنار هم باز ندارم. انا، اسم، فعل، طبیبن، اسم، حاذقن، اسم.
خب دو تا اسم کنار هم دارم. از هر نظر با هم مطابقت دارن. هر دو بچه ها از نظر حرکت ان دارن. هر دو الف و لام ندارن. هر دو بچه ها مفردن. هر دو مذکرن. هر چهار تا گزینه‌ای که باید رعایت بشه تو اینها رعایت شده. پس من ترکیب وصفی صفت و موصوف دارم. عین المضاف و مضاف الیه. میخوام مضاف و مضاف الیه هم رو پیدا کنم بچه ها. مدینه تو تهران. خب میام میگم مدینت بچه ها مؤنثه، حتی از یک نظر گفتیم مطابقت نداشته باشه، مضاف و مضاف الیه دیگه. تهران بچه ها علامت مؤنث رو نداره، حرکت هاشون فرق میکنه. 100% مضاف و مضاف الیه، اولی او داره، دومی ا داره، حتما مضاف اومد. اما شجرتن جمیلتن بچه ها، من ترکیب وصفی دارم صفت و موصوف. رجلون ایرانیون ترکیب وصفی دارم صفت و موصوف. اصلا نظر با هم مطابقت دارن. اما در مورد اسمهای اشاره، اگر دیدید بچه ها اسم اشاره اومد و بعد از اون یک اسمی اومد، به هیچ عنوان این اسم رو نمیتونی صفت بگیری، نمیتونی مضاف الیه بگیری. این اسمیه که اسم اشاره به اون اشاره کرده، که حالا انشالله بعدها میخونید بهش میگه مشارون اله، یعنی اسمی که اسم اشاره بهش اشاره شده. پس این صفت نمیتونه باشه، مضافان اله هم نمیتونه باشه. اما بچه در مورد وزنها و حروف اصلی، بچه ما توی عربی کلمه هامون 3 حرف اصلی داره، مثل فارسی دیگه. مثلا به شما میگم بچه ها علم، عالم، معلم، سری میگید تا حرف اصلیشون علمه، از علم میاد، درسته؟ توی عربی هم همین حالت رو دارم، یعنی هر کلمه من توی عربی بچه 3 حرف اصلی داره. این 3 حرف اصلی رو چجوری باید تشخیص بدم؟ اینا سماعی هم، یعنی من باید اینها رو بچه شنیده باشم و یاد گرفته باشم. الان نگاه کنید، وقتی میگم که ناصر، بچه ها 3 حرف اصلی ناصر چیه؟ سری میگید نصر، درسته؟ از نصر میاد دیگه. وقتی میگم منصور، با سری میگید نه سر، با اینکه بچه وزن دو تا کلمه من با هم دیگه فرق میکنه، اما 3 حرف اصلیشون یکیه. وقتی میگم حاکم، سری میگید حاکم، میگم محکوم، باز میگی حاکم. خب بچه 3 حرف اصلیم رو پس من شنیدم و بلدم. ریشه کلمه ها رو بچه ها من قبلا شنیدم و میدونم که کدوم یکی از اونها هستش. حالا میخوام برم وزنش رو انتخاب کنم. بچه ها وقتی بهتون تو امتحان نهایی، که تو امتحان نهایی اتفاقا همیشه هم سوال اومده، وقتی میگه وزن کلمت رو مشخص کن، بهت داده ناصر، گفته وزنش چیه، میگم آقا ناصر 3 حرف اصلیم ناصر، 3 حرف اصلیم رو جایگزین فعل میکنم. نگاه کنین، 3 حرفم رو جایگزین فعل کردم. هر چی که بالا اضافه دارم رو میام پایین بهش میچسبونم، میشه چی بچه ها؟ فاعل. پس وزن من فاعله. منصور دارم بچه ها، میخوام ببینم وزنش رو چجوری مشخص کنم. باز میگم نه سر، درسته؟ جایگزین میکنم، 3 حرف اصلیم رو جایگزین فعل میکنم بچه ها. هر چی بالا اضافه دارم رو میارم پایین جایگزین میکنم. م دارم، م، اینجا و دارم، میشه مفعول. به این صورت بچه ها ما وزن هامون رو توی عربی پیدا میکنیم. حالا انشالله دهم بچه درس 3 و 4 همش در مورد تعیین وزن ها هستش، که فعل ها میرن توی باب ها وزن دارن. به این صورت باز باید باب هاتون رو وزنش رو مشخص کنید. اما وقتی که میگم منصور بر وزن مفعول، ناصر بر وزن فاعل، از نظر معنا چه تفاوتی میکنه؟ بچه فاعل کسیه که کننده یه کاره. وقتی میگم ناصر یعنی بچه یاری کننده، وقتی میگم منصور یعنی یاری شده، دیگه یاری کننده نیستش. اون کسی که یاری میکرده، کسی رو که یاریش کرده، اون اتفاق روی اون انجام شده، به اون میگیم اسم مفعول. پس حواستون باشه توی ترجمه یاری کننده، یاری شده باید به این صورت ترجمه بشه. حالا بهتون داده تو امتحان نهایی استخراج، گفته آقا استخراج شما بر چه وزنیه؟ میام میگم خب 3 حرف اصلی من چیه بچه ها؟ 3 حرف اصلی من خرج، جایگزین فعل میکنم، جایگزین فعل. حالا بچه ها هر کلمه ای که بالا دارم اضافی میارم پایین. ا دارم، اینجا یه 3 دارم، با
باسته دارم، نگاه کنید، ارو میارم، سه رو میارم، چه رو میارم، هرچی بالا اضافه مونده رو میارم پایین. بچه ها اینجا دیگه ندارم، اینجا یه آ دارم. وزنم کدوم وزن شد بچه ها؟ وزنم شد وزن استفعال. پس جایگزین میکنم سه تا حرف اصلیم رو که خرج بوده و بعد از اون جایگزین فعلکه کردم، هر کلمه زائد و اضافی که بالا هستش رو میام کنار همونها قرار میدم، به این صورت وزنی که داره مشخص میشه. اما بچه ها اقسام فعل، در مورد فعل ها بچه ها ما چند نوع فعل داریم؟ یا فعل های ما ماضی هستن، یا فعل ها مضارع هستن، یا امرن یا نهیان، یا مستقبلن که با صف صف هم میان، که میخوایم در مورد فعل ها صحبت کنیم که خیلی خیلی کاربردی هستش و درس یک پایه دهمتون هم هست. بچه در مورد فعل های ماضی، فعل های ماضی من بچه بهتون پیشنهاد میکنم فعل ها رو با نشانه یاد بگیرید، یعنی اگه بخواید بدون نشانه یاد بگیرید فرار فراموش میکنید. بچه انتهای فعل های ماضی ما باید ببینیم که چه نشانه اومده. اول از همه باید بدونم آقا فعل ماضی با سه تا حرف اصلی شروع میشه، یعنی بچه ها ذهب یعنی رفت، سه تا حرف اصلی فعل من ذهب. وقتی میگم سمعوا یعنی شنیدن، سمع سه تا حرف اصلیمه. وقتی میگم بچه ها اکل، نه اکل سه تا حرف اصلی منه. پس فعل های ماضی با سه تا حرف اصلی فعلمون همیشه شروع میشن. نگاه کنید، سمع 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 الی آخر، همشون بچه ها با سه تا حرف اصلی فعل شروع میشن. این تشخیص فعل ماضیه. من فعل ماضی رو باید اینطوری تشخیص بدم. اگر دیدید فعلتون با سه تا حرف اصلی شروع شد، شما حتما فعل ماضی دارید. اما بچه ها نشانه های انتهاش رو نگاه کنید. من وقتی بچه ها انا دارم میگم متکلم وحده، من انتهای ضمیر ماضیم تو، توی بچه ها مخاطب ت ت. نگاه کنید بچه ها، انا تو، انت تا، انت ته، هو نشانه نداره، هی ته، ته ساکن، او یک خانوم، مفرد مؤنثه دیگه، نشانه ته ساکن نشانه مفرد مؤنثه، نحنو نا این خودشه بچه ها، انتوما توما مثل خودشون، توم توم، انتونا تونا، هما آ، همایی که مؤنث تا، هم او، و هنهی که همیشه یک نون انتهاش داره و این نون نون ثابته. چجوری ترجمه میشه؟ شنیدم، شنیدی، شنید، شنیدیم، شنیدید، شنیدند. فعل ها فعل های ماضی هستن. وقتی تشخیص دادی ماضی داری، باید توی ترجمه حتما از زمان ماضی استفاده کنیم. اما بچه ها تو امتحان نهایی داده نحنو جای خالی جنب شجرته، نحنو رو داده گفته آقا جلسته درسته، جلسته، جلسنا، جلسنا. خب گفتیم بچه ها نشانه نحنو متکلم ملغر چیه؟ نا هستش. پس گزینه الف برد. بعدش دوباره جای خالی داده، جمله تموم شده، جمله بعدی دوباره با هیه شروع شده، هیه مفرد مؤنثه دیگه، چی باید بیارم؟ ت یا ت ساکن؟ خب مفرد مؤنث نشانش ت ساکنه، پس جوابمون میشه گزینه د. به این صورت بچه ها توی امتحان نهایی سوال های فعل ها توی جای خالی میاد، حتما باید ضمیرها رو مطابق با فعل های خودشون بلد باشید. اما در مورد فعل های مضارع بچه ها، ما گفتیم فعل های ماضی با سه تا حرف اصلی شروع میشن، درسته؟ اما فعل های مضارع قبل از این سه تا حرف اصلی حروف تینا یا اتینا میاد بر سرشون. یعنی اگر دیدید بچه ها فعلتون با عطه یه نون شروع شد و بعد از اون سه تا حرف اصلی فعلتون اومده، شما 100% فعلتون چیه؟ مزاره. الان نگاه کنید، انا اسمع، خب میام میگم با ع شروع شده حروف تینا، سمع سه تا حرف اصلیمه دیگه، سمع با ت شروع شده حروف تینا، ت حروف تینا، یه حروف تینا، ت حروف تینا، نه حروف تینا، الی آخر. نگاه کنید بچه ها، ابتدای همه فعل هاتون یکی از این حروف ها اومده، یعنی حروف اتینا که حروف مضارع هستش ابتدای این فعل هاتون اومده. بعد از اون چی اومده بچه ها؟ دقت کنید، بعد از این حروف تینا چی اومده؟
سه تا حرف اصلی سمع 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 الی آخر. اما بچه ها توی مضارع ها علاوه بر این حروف تینایی که ابتدا میاتش، بعضی از فعل هامون انتهاش نشانه داره که خیلی مهم بچه ها حواستون باشه. بچه ها انا انتهاش دیگه نشانه نداره، انا اسمعو، انت نشانه نداره، اما مفرد مؤنث مخاطب تو مضارع انتهاش اینه میاد. تنها فعلی که انتهاش اینه میاد مفرد مؤنث مخاطبه، نشانه رو باید حفظ کنیم. هوه بچه ها انتهاش دیگه نشانه نداره، هیه نداره، نحنو نداره، اما انتوما. بچه ها انتوما مگه مثنا نیست؟ مگه دو نفر نیست؟ توی فعلش نشانه آنه مثنا میاد، نشانه مثناست دیگه. انتوم مگه بچه ها جمع نیست؟ اونه نشانه جمع براش میاد، همونه که توی اسمها داشتیم میگفتیم. همون نشانه ها به فعل های من از نظر آنه و اونه میاد به انتهای فعل من هم میچسبن. یعنی شما آنه رو دیدید انتهای فعل، باید سریع بگی این مثناست، چون آنه نشانه مثنا بود. اونه دیدی انتهای فعل، باید بگی این جمع مذکره. چرا؟ چون اونه نشانه جمع مذکر بود. اما در مورد انت، انتون نه بچه، مؤنث جمع مؤنث مخاطب ما همین میشه یه نون ثابت انتهاش داره. نگاه کنید، یه نون ثابت انتهاش داره، یعنی بعد از سمعه یه نون اومده چسبیده بهش. این حتما صیغه، صیغه جمع مؤنث همیشه. نگاه کنید الان توی جمع مؤنث غائب هم دارمش، این نون نونی که ثابته. پس بچه دقت کنید، این نشانه ها هست. چجوری ترجمه میکنم مضارع را؟ میشنوم، میشنویم، میشنود، میشنویم، میشنوید و میشنوند، به همون صورتی که بچه ها ما، من، تو، او، ما، شما، آنها رو توی فارسی صرف میکنیم، تو عربی هم به همون صورت صرف میکنیم و ترجمه میکنیم. اما بچه سوال امتحان نهایی، انا و والدی جای خالی الا اصفهان قدن. بچه ها اول از همه داره میگه من و پدرم. چند نفر میشیم؟ دو نفر، درسته؟ پس من باید از چه صیغه استفاده کنم؟ وقتی میگم من و پدرم یعنی ما، درسته؟ وقتی من خودم رو با یکی دارم معرفی میکنم یعنی ما. الان اینجا پس من باید از صیغه نحنو فعل بسازم. میگم خب صیغه نحنوی من اگر ماضی باشه سافره، انتهاش نامیات. اگر مضارع باشه حروف تینای نون داره. پس یه گزینه ب، یه گزینه جیم. آنه که نشانه مثناست، و سافره کم نشانه انا هستش با اش، حروف تینای ا شروع شده، که اینها هیچ. بین سافرنا و نسافر، سافرنا یعنی مسافرت کردیم ماضی، نسافر رو یعنی مسافرت میکنیم مضارع. خب کدوم رو بیارم برای این عبارت؟ هر دوشون نحنوه. میام عبارت رو نگاه میکنم، گفته قدن فردا. برای فردا بچه ها این یه چیزی تو امتحان نهایی خیلی دقت کنید، از قدن زیاد استفاده میکنن. اگر قدن رو آورد یعنی فردا، تو باید فعل مضارع براش بیاری، چون فردا زمانیه که آینده است، دلالت بر آینده میکنه. پس اگه ماضی بیاری براش اشتباهه. پس اینجا سافرنایی که ماضی هستش اینجا کاربرد نداره و من باید از مضارع استفاده کنم. پس جوابم میشه گزینه جیم. اما بچه ها در مورد فعل‌های امر ازتون سوال میپرسم، بچه ها فعل‌های امرمون رو از ماضی میسازیم یا از مضارع؟ خب 100% از مضارع. چرا؟ چون باید حروف تینا داشته باشم تا بتونم حذفش کنم. خب میام بچه ها به دادن مثلا تذهبو، تذهبو رو به شما دادن، گفتن فعل امر بسازید. میام چیکار میکنم؟ میام حروف تینا رو حذفش میکنم، این از حروف تینا، انتها رو ساکن میکنم. خب نمیتونم بخونم ابتدا به ساکنه، داشتم تذهب و الان ت رو حذف کردم شد ذهب و نمیتونم بخونم ابتدا به ساکنه. چی کار کنم؟ باید بهش یه همزه بدم، یه همزه ابتداش قرار میدم، میشه اذهب. تذهب و میروی، حالا میخوام امرش کنم اذهب برو. تذهبونه حروف تینا هضم میشه. اگر بچه ها فعل های شما فعل هایی بودن، نکته مهم فعل های امر، اگر فعل های شما بچه ها فعل هایی بودن که نون داشتن، نون رو باید از انتها حذف کنی. اگر فعل شما فعلی بود که نون نداشت، مثل تذهب و یذهب و نذهب و
باید چیکار کنم؟ فقط انتها رو ساکن کنم، یعنی به جای حرکت اویی که داره حرکت ساکن بذارم. بچه‌ها تذهبونه دارم، میگم خب اینجا من نون دارم انتها، باید نون رو حذف کنم. باز نمیتونم بخونم زهبو، باید حتما بهش همزه بدم، میشه ازهبو بروید. اما بچه ها تجاهدینه رو نگاه کنید، ته حروف تینا رو حذفش میکنم، نون رو از انتها حذف میکنم، میتونم بخونمش. حروف تینا حذف شد، نون حذف شد، میتونم بخونم. بله، ابتدا به ساکن نیست، جاهدی، به راحتی قابل خوندن، دیگه نیاز به همزه نیست که همزه براش بیارم. تلاش کن. تو علمو میام بچه حروف تینا رو حذف میکنم، انتها رو ساکن میکنم، میتونم بخونم، همزه بیارم. خیر، دیگه نیازی به آوردن همزه نیست، چون ابتدا به ساکن نیست. پس وقتی بچه ها من همزه رو میارم ابتدای امر که ابتدا به ساکن باشه و من نتونم فعلم رو بعد از حذف حروف تینا تلفظش کنم، به این دلیل حروف حرف همزه رو میاریم. الان نگاه کنید، تو علمو سه رو حذف کردم، علم به راحتی میتونم بخونم، دیگه نیازی به همزه نیستش، خودم رو بندازم تو درد سر همزه براش بیارم. بچه حالا نگاه کنید این فعل ها رو، میخواییم با هم دیگه این فعل ها رو امرشون کنیم. گفتیم خب فعل های امر رو از مضارع میسازیم، به همین دلیل من فقط فعل های مضارع رو آوردم دیگه. تجعلو، بچه تجعلو گفتیم دو نوع فعل امر داریم، اینجا نون نداره، انتها رو ساکن میکنم، حروف تینا رو حذف میکنم، تجعل ته حذف شد، جعل نمیتونم بخونم، براش چی آوردم؟ همزه آوردم، اجعل قرار بده. حروف تینا حذف میشه، نون داره، نون رو حذف میکنم، باز نمیتونم بخونم، همزه آوردم، اجعلی قرار بده، اجعل تو یک مرد قرار بده، اجعلی تو یک خانوم قرار بده. اما در مورد تجعلانه نگاه کنید بچه ها، حروف های تینا رو حذف میکنم، نون ها از انتها حذف میشه، غیر از کدوم صیغه؟ صیغه جمع مؤنث. بچه ها قبلا هم گفتم ما صیغه جمع مؤنثمون صیغه ایه که گروه خانوم ها هستن، اینجوری تو ذهنتون بذارید، ما خانوم ها زورمون زیاده، نمیذاریم نون ازمون بگیرن، میخوام امر بسازم باید نون حذف شه اما نون ما رو نمیتونن بگیرن، میخوایم نهی بسازیم نونمون باید حذف شه اما نون ما خانوما رو نمیتونن بگیرن. پس بچه تنها صیغه ای که نگاه کنید مهم توی امرها و نهی ها خیلی مهم، نونش به هیچ عنوان حذف نمیشه، جمع مؤنثه. اما بچه نگاه کنید، حروف تیناش رو حذف میکنم اما نونش رو نمیتونم حذف کنم، همزه ها رو میدم چون نمیتونم بخونم، اجعلا اجعلا شما دوتا خانوم یا شما دوتا آقا قرار دهید، اجعلو شما چند تا آقا قرار دهید، اجعل نه که نونش حذف نشده، شما چند تا خانوم قرار دهید. به این صورت فعل امر می‌سازم. سوال امتحان نهایی 98 بوده این بچه، رب اینی ظلمت نفسی فاغفر لی، این جمله رو داده، گفته یک فعل امر یک ماضی تو جای خالی بذارید. خب فعل ماضیم چیه؟ میام نگاه میکنم، ظلم تو دارم، اغفر دارم، دیگه فعل ندارم. خب بچه ها ظلم تو نگاه کنید با سه تا حرف اصلی شروع شده، از ظلم میاد دیگه، گفتیم فعل هایی که با سه تا حرف اصلیمون شروع بشه فعل های ماضی هستن، پس این 100% فعل ماضیه، درست شد؟ انتها تو اومده، باز هم نشون میده که فعل ماضیه، ظلم تو، انا ظلم تو، من ظلم کردم، پس فعل ماضی من اینجا ظلم تو هستش. اما در مورد اغفر، انتها ساکن شده، فعل امره بچه ها، پس اینجا اغفر چون انتها ساکن شده فعل امره، یعنی بیامرز به صورت امر ترجمه میشه. ادخل علینا فی المجلس و اطلب امانتک منه. حالا بچه ها امتحان نهایی ترجمه ازت خواسته، ادخل رو دارم فعلمه، اطلب رو دارم، چه نوع فعل هایی هستن؟ انتهاشون ساکنه بچه ها، 100% فعل های چی هن؟ فعل های امرن. میام نگاه میکنم، وارد شد، وارد شد، طلب کرد، بخوا، خب کدوم صحیحه؟ بچه ها فعل هایی که به صورت امر ترجمه شده. اما بچه ها در مورد فعل های منفی، بچه ها میخوام فعلم رو منفی کنم، ما توی فارسی هم زیاد استفاده میکنیم دیگه فعل های منفی رو، مثلا میگم من دیروز غذا نخوردم،
من درس نخواندم. من به مسافرت نمی روم. فعلی رو که بچه ها مثبت می روم میخوام منفی کنم. یه نون میذارم بر سرش میگم نمی روم. میخوانم نمیخوانم، میخورم نمیخورم. پس بچه ها من میخوام ببینم توی عربی فعل منفیم رو چجوری میسازم. اگر فعلم فعل ماضی باشه، بچه ها اگر فعلم فعل ماضی باشه دقت کنید، اینجا فعل دارم فعل ماضی جلسه، باید تشخیص بدم آیا فعلم ماضیه یا مضارعه. جلسه ماضی، یجلس و مضارعه. از کجا تشخیص دادم؟ چون جلسه از سه تا حرف اصلی شروع شده 100% ماضیه، یجلس و حروف تینا اومده بعد جلسه از سه تا حرف اصلی اومده، پس 100% مضارعه. تشخیص دادم ماضی و مضارعه رو. بچه توی مبحث منفی تشخیص این که ماضی داری یا مضارعه 100% خیلی خیلی مهمه. چرا؟ چون باید بدونی اگر ماضیه بر سرش ما میاری منفی میکنی، اگر مضارعه باید بر سرش لا بیاری منفی کنی. پس شناخت فعل ماضی و مضارعه خیلی مهمه. ما جلسه، بچه جلسه یعنی نشست، یه ما منفی آوردم نشست، درسته؟ لا یجلسو، خود یجلس ها یعنی می نشیند، یه لا میارم نمی نشیند. پس هم بچه ها توی عربی فعل های ماضیم رو میتونم منفی کنم، هم فعل های مضارع ما. بچه ها ماضی ما، مضارع لا، اینو حفظ کنید بچه ها. اما بچه ها دقت کنید، انتهای فعل هم وقتی منفی میکنم ساکن میشه، مثل فعل های امرم ساکن میکنم؟ نه، هیچ بچه ها تفاوتی روی حرکت فعلتون صورت نمیگیره. اصلا دست به فعلت نزن. نگاه کن اینجا من چی دارم؟ ذهبتو. اول از فعلهای ماضی شروع میکنیم بچه ها. فعلهای ماضی رو نگاه کنی، اینا فعلهای ماضی هن تو این ستون. ذهبت. بچه ها اصلا من کاری به فعلهام ندارم. الان میدونم که همه اینها ماضی هستن. چرا؟ چون با ذهب سه تا حرف اصلی شروع شدن. یه ما فقط بیار بر سرش قرار بده، ترجمهش چی میشه؟ ذهبتو رفتم، ما ذهبتو نرفتم، یه نون بذار بر سرش. پس بچه ها نه ترجمهش کار سختیه، نه ساختش کار سختیه. فقط دقت کنید که اگر ماضی ما، اگر مضارع دارید لا. الان از هوا رو نگاه کنید بچه ها. از هوا فعل مضارعه. تس هوا، چرا اینها فعل مضارعن؟ چون بچه ها ذهب سه تا حرف اصلیم قبلش حروف تینا اومده. حروف تینا دارم دیگه. پس اینها فعل های مضارعه هستن. میخوام منفیشون کنم بچه ها. به چه صورت منفیشون میکنم؟ چون فعلم فعل مضارعه، یه لا فقط میارم بر سر اینها قرار میدم. بچه ها تغییری میکنه فعلم؟ نه. نونها ساکن میشه؟ نه. نونها حذف میشه؟ نه. هیچ تغییری انتهای فعلم صورت نمیگیره. فقط وقتی میگم از هب و میروم، الان منفیش میکنم، لا از هب و نمیروم، فقط یک نون بر سر اون قرار میدم و منفیش میکنم. پس به این صورت فعلهای منفی میسازیم. سوال امتحان نهایی بزنیم. ترجمه صحیح فعل ما استرجعنا. بچه استرجعنا فعل دارم، فعل ماضی، از این نایی که انتهاش اومده تشخیص میدم. چون اگر که این فعل مضارع بود باید نون حروف تینا ابتدا میومد، وقتی نا اومده انتهای فعلم چسبیده، یعنی من فعلم فعل ماضیه. ما اومده بچه ها ابتدای فعلم قرار گرفته، پس فعل ماضی منفیه. میام ترجمه میکنم. کدوم صیغه است؟ صیغه نحنوی ما، درسته؟ ما پس نگرفتید غلطه، ما پس نگرفتم غلطه، ما پس نگرفتن، ما پس نگرفتیم. صیغه نحنو متکلم ملغیره، پس من از نحنو استفاده میکنم توی ترجمهش. فقط بچه دقت کنید که توی منفی فقط یه نون قراره شما توی ترجمه بهش اضافه کنید، کار خاصی قرار نیست انجام بدیم. طریقه ساخت فعل نه. خب بچه در مورد امر صحبت کردیم، گفتیم که اگر من بخوام امر بسازم، حروف تینا رو حذف میکنم، همزه میذارم، انتها ساکن میکنم، اگر فعلم نون داشته باشه نونش رو حذف میکنم. اما در مورد نه چی کار میکنم؟ بچه کارتون ساده تر از ساختن امره. چرا؟ چون دیگه نیازی نیست حروف تینا حذف کنی. وقتی فعل نهی داری نگاه کنی چی کار میکنیم. این فعل مضارعه، یه لای نهی بر سرش میای قرار میدی، فقط انتها رو تنها کاری که میکنی اینه که ساکن کنی.
ترجمهش به چه صورت میشه؟ بچه ها وقتی میگم تسمع او میشنوی، لا تسمع نشنو، گوش نکن، به صورت نهی باید ترجمهش کنم. نگاه کنید بچه ها جدول رو. میخوام فعل نهی بسازم. همه فعل ها فعل های مضارع ان. من میدونم که باید نهیم رو مثل امرم از مضارع بسازم. فعل های مضارع رو نگاه کنید. تنها کاری که قراره تو نهی بکنیم لا بر سر اینها قرار میدم. و چی کار میکنم؟ اگر انتها نون نداشت، مثل همون امری که میساختم، انتها رو ساکن میکنم. اگر نون داشت، نون رو حذف میکنم. لا تجعل قرار نده، لا تجعلی قرار نده. تفاوت توی تو یک خانم و توی تو یک آقا هستش. تجعلانه، نون ها حذف، حذف، حذف. کدوم صیغه من باز نونش حذف نمیشه؟ همون بچه ها جمع مؤنث ها، ما خانم ها نونمون رو نمیدیم. پس توی نون بچه ها چه نه چه امر، نون حذف نمیشه توی صیغه جمع مؤنث. انتها بچه ها نون ها افتاد. لا تجعلا، لا تجعلا. شما دوتا آقا یا شما دوتا خانم قرار ندهید، به صورت نه ترجمهش میکنی. لا تجعلو، شما چند آقا قرار ندهید. و اگر که بچه ها لا تجعل نداشتم، شما چند خانوم قرار ندهید. خب بچه، سوال امتحان نهایی که در مورد فعل ها اومده، یا اخواتی، بچه ها الف و ت دارم، نشانه چیه؟ جمع مؤنث سالم، درسته؟ من نشانه جمع مؤنث سالمم او هستش یا نون؟ همینی که بچه ها گفتیم، نونی که ثابته. پس گزینه من، گزینه صحیح همشون، لا تظهر نه. عصیر الليمون والبرتقال لصحت که. بچه ها اشرب بذارم یا اشربی بذارم؟ میام میگم خب اینجا که نه فعلی دارم من بتونم نشون بدم که کدوم فعل رو باید بیارم مطابقت بده، نه نشانه ای، ولی میام انتها نگاه میکنم یک ضمیر دارم. بچه ها ضمیر که، ضمیر کیه؟ مفرد مذکره. پس من باید صیغه مفرد مذکر بیارم، فعل مفرد مذکر بیارم. اشرب مفرد مذکر یعنی بنوش. اشربی باز هم امره، اما مفرد مؤنثه. تو یک خانوم بنوش. این یک توی امر نشانه مفرد مؤنثه. البنتان دارم بچه ها، مثنا. چرا؟ چون نشانه تانه نشانه مثنا هستش. حالا چه فعلی براش بیارم بچه ها؟ یک توبانه بیارم یا تک توبانه بیارم؟ کانا بیارم یا کانتا؟ خب مؤنثه، باید از ت استفاده کنم، پس براش کانتا تکتوبانه میارم. یا ولدی لا تای از فی حیاته که. باز هم اینجا داره میگه ای پسرم، لا تای از فی حیاته که. باز هم بچه ها صیغه مفرد مذکر دارم و مخاطبم هستش دیگه. از این که نشون میده، داره میگه در زندگیت تو مخاطب منی، حضور داری در مقابل من. اینجا پس هم میتونم تنجهو رو بیارم، هم ستنجهو. هر دوشون تنجهو هستش دیگه. خب هر دو صیغه صحیحه، کدومو بیارم؟ میام باز نگاه میکنم توی جمله، حتما یک نشانه ای دارید که شما بتونید از بین دو تا فعل یکی رو تشخیص بدید که کدوم صحیحه. الان اینجا گفته تو تنجه ها یعنی موفق میشوی، قریباً، به زودی. خب موفق میشوی بیارم یا ستنجه هایی بیارم؟ که بچه ها توی عربی س و سوفهی که بر سر فعل مضارع میاد مستقبله، یعنی دلالت بر آینده خیلی دور میکنه، موفق خواهی شد. اما اینجا من توی عبارت قریباً دارم، به زودی دارم. وقتی که به زودی دارم از مضارع استفاده میکنم، نه مستقبل. پس جوابم میشه تنجهو. اما بچه ها ساخت فعل ماضی استمراری، میخوام فعل ماضی استمراری بسازم. بچه ها وقتی که من میخوام ماضی بسازم، اون هم از نوع استمراریش، باید چیکار کنم؟ فعلم فعل مضارع، میام کانه رو بر سر فعل مضارعم قرار میدم و به صورت ماضی استمراری ترجمهش میکنم. باز هم هیچ کاری روی فعل نباید انجام بدی. نگاه کنید، از هب و میروم، کنترو آوردم بر سرش. تذهب و کنت، تذهبی نه کنت. به همین صورت بچه ها کانه ها صرف میشن. شما آشنا باشید با سر، این جدول رو نگاه کنید، با صرف کانه آشنا باشید. وقتی میگم کنتم، همون کانه،
وقتی میگم کانو همون کانه، وقتی میگم کنه همون کانه. اینها رو اگر دیدید اومدن بر سر فعل مضارع من قرار گرفتن، من فعلم رو باید به صورت ماضی استمراری دیگه ترجمه کنم، دیگه فعل مضارع ندارم. وقتی میگم اذهب و به تنهایی یعنی میروم، وقتی میگم کنت اذهب و میرفتم. بچه ماضی استمراری چیه؟ می هستش که دلالت بر گذشته میکنه. میرفتم، میپوشیدم، میخوردم، میخریدم. می که گذشته است. پس هر موقع دیدید بچه ها کانه بر سر فعلتون اومد، شما ماضی استمراری باید ترجمهش کنید. بچه سوال امتحان نهایی رو نگاه کنید. گفته ترجمه درست کدوم گزینه است؟ این همین بچه تو امتحان نهایی اومده. کنتو دارم به اضافه اشتغلو. من میدونم پس اینجا بچه ها فرمول دارم. فرمول کانه به اضافه مضارع. فرمول کانه به اضافه مضارع به چه صورت ترجمه میشه؟ به صورت ماضی استمراری ترجمه میشه. میام بچه توی گزینه هام نگاه میکنم. کار میکنم آینده است، فردا کار میکنم. کار میکردم ماضی، کار میکرد. خب میگم آقا من اینجا صیغه ای که دارم صیغه چیه؟ انا هستش. حروف تینای ا دارم. کار میکرد مال او هستش، پس این رد میشه. کار میکردم. بچه بین این دو تا گزینه، این دو تا گزینه کدوم رو بعد انتخاب کنم؟ اینجا توی عبارت اول گفته در سرزمین، اینجا گفته در سرزمینم. میام میگم وطنی. خب ما در مورد ضمیر صحبت کردیم. وطن دارم به اضافه ضمیر یه، پس باید ضمیرم ترجمه بشه. داره میگه در سرزمینم کار میکردم. پس بچه ها عبارت به خط میخوره و جوابم میشه گزینه دال. امیدوارم بچه موفق باشید. امتحان نهاییتونم به خوبی بدین. ممنون که با ما همراه بودین. با آرزوی موفقیت، خدا نگهدار.